ایشان را دیدم و برنامه جناب قاری صفی الله صمدی که ایشان ششته بودن و سرمون موضوعی که ما برشان تذکر داده بودم که سر از این موضوع شما صحبت کنین که امی فرهنگ اسلامی و کلتوری اسلامی است، سر امی موضوع صحبت کردند و سر اخلاق اسلامی حرف زدند. ما حال از شما بینندگان عزیز، از شما علمای کرام، از شما جناب استاد فضل غنی مجددی این سوال دارم که اسلام اگر کدام موضوعی است که ما خبر ندارم تا کنون، لطفا مرا آگاه بسازین که پیمان شکنی، وعده خلافی، بی‌اعتنایی در تلفن و پاسخ ندادن به تلفن یک شخص، این کدام نوع اخلاق اسلامی است که تا حال ما آگاهی ندارم. لطفا در این زمینه شما بر ما بگوین که اخلاق اسلامی همین گونه است؟ اسلام باید، یعنی پیامبر بزرگ اسلام همین گونه روش داشتن که با مردم و روزه های جمعه که می نشستن و وعظ می کردن و مردم آگاه می ساختن از هر چیز، بخاطر از این که پیرو دین اسلام و پیامبر بزرگ اسلام هستیم، ما باید راه پیامبر تعقیب بکنیم یا از خود اسلام بسازیم که با فلان کس نمی خواهیم در یک صف قرار بگیرم، با فلان کس چنین باشه چنان باشه. شما ببینین که خود اسلام چی میگه و ما به حیث کسانی که وکالت میکنیم از اسلام و وکالت میکنیم از پیامبر بزرگ اسلام، چی عمل را انجام میدهیم. به هر صورت ما موفقیت برای جناب استاد عبدالفضل غنی مجددی تمنا دارم و امیدوار هستم که آنچه می نویسند همان گونه عمل کنند. ما در اسلام باید که آزادی افکار، آزادی بیان و آزادی خود را داشته باشیم. به حرف هر کس نرویم که یکی به ما بگویه که نی نرو که با فلان کس تو چرا باید قرار بگیری، با این چرا قرار بگیری، با او چرا. اما نه، خی پس خود ما کی هستیم؟ ما چرا مطالعه کردیم؟ ما چقدر در راه اسلام میدانیم که ما به حرف هر کسی که بر ما گفت دست ما را بگیریم امون طرف روان شویم؟ ما آزادی بیان، آزادی فکری و استقرار فکری و آزادی معنوی خود را 100% داشته باشیم و اسلام هم امیر حکم میکند. ما خوشبختانه امروز برنامه گفتم که ویژه داریم جناب دکتر فرید یونس که خود یک پروفسور هستند، خود یک شخصیت آلا و بالا هستند، در کنار ما تشریف دارند، قدمایشان بالای دیدگان ما و بسیار صفا آوردن و خوش میآیند و یک شخصیت برازنده هستند که شهامت دارند، شجاعت دارند، مطالعه کردن، آگاهی دارند، میدانند هر سوالی را که از ایشان ما انجام دادیم بدون چون و چرا پاسخ دادن با پیشانی باز و یک لبخند بسیار ملیح و زیبا که نمایندگی از اسلام بودن بسیار عالیشان میکنه. ما شکر میکنیم که در جمع ما علمای عزیز، شخصیت های محترم و دانشمندان گرامی داریم که در دنیای غرب یا در هر جایی که هستیم اونا نمایندگی از یک مسلمان خوب میکنن. که بانو نظیره کریمی که یک راپورتر و خبرنگار، یک جورنالیست موفق کشور ما هستن، برای که می آمدم امره ما صحبت کردن تلفنی و از خاطر موضوع پروگرام پرسیدن و ما گفتم که چنین از چنان است و همین موضوعی که از دو نفر به یک نفر تبدیل شد ما برشان گفتم، اونا خندیدن گفتن بر دکتر سلام ما بگوین بازم شما پیروز شدین، شما موفق شدین، پیروز شدین و هیچگاه آرزو ندارم که شما شکست بپذیرین، همیشه پیروز باشین.
سلام خدمت شما. سلام زکیه جان، شما را خوش آمد میگیم. قدمایتون بالای دیدگان ما. نباشین، شما سلامت باشین، در خدمت شما هستم. بفرمایید. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقی محمد سید الانبیاء و المرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. از دعوت شما باز تشکر میکنم، افتخار ماست که در کنار شما هستم. و موضوع سر فرهنگ اسلامی است. بله، دیگر سوالی که شما داشتین یا بینندگان شما داشتن در خور توان خود جواب میگیم. لطف کردین، ما اگر بینندگان عزیز شما تصمیم دارین که زنگ بزنین، ما فکر میکنم 510-500-4580 نمبر استودیوی ما هست. یکی این نمبر فکر میکنم که نمبر ما درست هست یا اشتباه است نمبر تلفنم؟ بله درست است. و 510-745-1811-510-545-80 ما حاضر هستیم که به سوالات شما بیننده های عزیز جواب بگوییم. البته او سوالاتی که ما در برنامه های گذشته داشتیم او را میگذاریم برای یک وقت دیگه. صرفا در این زمینه امروز که ما صحبت داریم میخواستم که از شما طور که آگاهی دارین سر ثقافت فرهنگی و کلتوری اسلامی صحبت بکنیم. یک اسلام خوب در یک جامعه غیر مسلمان چگونه باید شناخته شود؟ یک مسلمان چی اوصاف را باید دارا باشه؟ خب اوصاف خب بسیار آسان است، برای اینکه ما چون پیرو حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین هستیم. و قرآن میگه که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیامبر خدا بهترین نمونه زندگی است. بله، پس ما باید که از او پیروی کنیم و چیزی که او کرده گفته اون مود از زندگی ما باید باشه. و تمام گفتار از او باید که مطابقت با قرآن داره. او حدیثی که مطابقت با قرآن نداره او یک حدیث جعلی است. بله. لذا برازی که او از هوا و هوس خود چیز نمیگفت. بله. هرچی که میگفت با مطابقت قرآن میگفت. بله، با امر خدا. مثلا دور مثال گفته که ازش پرسان کردن که یا رسول الله ما منافقین چطور بشناسیم؟ بله بسیار عالی، چطور بشناسیم؟ بله. گفت وقتی که سخن میگن دروغ میگن، وقتی که وعده میکنن وعده خلافی میکنن، وقتی که امانت برشان میدین امانت خیانت میکنن. و این علامات از این منافقین است که نال ما وقتی بلی. که کچون طرف بشیم بفهمیم که چطور است. و قرآن مثلا به مقبولی میگه که وفو بالعهد ان العهد کان مسئول، از وعده پرسان میشه به وعده وفا کنین. پس این حدیث کلش مطابقت به قرآن داره. بله. این از خاطر گفتم که بعضی احادیث در متون صحیح بخاری و مسلم و ترمذی و اینا هست که مطابقت به قرآن نداره و این ساخته و بافت. بعضی که احادیث 150 سال بعد جمع آوری شده و از نگاه علم تحقیق یا متدولوژی اف ریسرچ در او مشکلات است. پس رای از این که ما چه میگن در کابل غربال کنیم، باید ببینیم که یه حدیث مطابقت به قرآن داره یا نداره. اگه مطابقت به قرآن داره کار محل شد. بله. اگه مطابقت به قرآن نداره ببینیم که به شخصیت والای پیغمبر که قرآن میگه که رحمت للعالمین است. بله. آیا به شخصیت از او سر میخوره یا نمیخوره؟ بله. اگه به شخصیتش هم سر نمیخوره، به قرآن هم سر نمیخوره، پس چون دین ما دین عدالت است، ما ببینیم که به عدل عدل صدق میکنه یا نمیکنه. دیگه اوصاف پیامبر کریم معلوم دار سیرت کل اگه خواندن میفهمن. بله. که یک انسان واقعا رحمت للعالمین بود، یک شخصیتی بود که بسیار صاف بود، به وادی خود به گفتار خود کسی از او نمیرنجید و هیچ وقت دین مصالحه نمیکرد. دین مصالحه نمی برش پیشنهاد کردن که ما همی کفار قریش برش پیشنهاد کرد که ما همی تمام اسپای قریش
زنای مقبول قریشه، ثروت قریشه، و اگه تو کدام تاجم میخوای تاج قریشه برات میتیم از می لا اله الا الله تیر شو. آها بله. و مبارک دست خودت رکایی گرفت، گفته که آفتابک در دست راستم بانین و محتاب در دست چپم، ما از این نمگذرم. پس یک مسلمان خوب وسته که اول دین مصالحه نکنه برای منافع شخصی، منافع گروهی، منافع ازبی و و و و ایگپا. برای از اینکه وقتی که آدم درای دین میره بعضی مشکلات سر راه آدم قرار میگیره، مخالفین زیاد میباشه به نام مسلمان. به نام مسلمان امروز او وقت کفار بود، اما امروز به نام مسلمان مخالفین شماست، نه؟ بله. لذا اما کسی که به نظر شخصی من، این نظر شخصی من است و نظر شخصی هم، حضرت رسول کریم گفته که اختلاف امت رحمتی، اختلاف نظر رحمت امت است. نظر شخصی من ایسته که ما به چالش های بسیار متنوعی دچار میشیم، اما کسی که به عقاید خود محکم باشه و چیزی را که یاد داره به او حاکم باشه هیچ وقت نمیترسه. اما یک چیز برتان بگویم سر اینمی موضوع، بسیار معذرت میخوایم که سر شما انتقاد است که شما میگین که به نظر ما، بعضیا میگن که دین نظر نداره دیگه، دین دین است، اونمو هر قسم کس باید پذیرفته شود. شما چی میگین؟ این نظر وهابیاست، این نظر سلفی هاست که اونا قرآن متنی قبول کردن، تفسیر قرآن قبول ندارن. تفسیر قرآن با مو قسم قبول دارن که محمد ابن عبدالوهاب که فرقه وهابی را بنیان گذاشت، اونمو که یکمک وار از ابن تیمیه که وام یک آدم بسیار سختگیر و بسیار تند بود ابن تیمیه، او را قبول داره. دیگه هیچ چیز قبول ندارن. اگه حدیث است باید اونم رو قبول کنین، سوال نکنین. اگه قرآن است باید اونم رو قبول کنین، قبول. اینا یک مثال بسیار خوب میدم. بله. چون وهابیا قرآن متنی قبول کردن، در متن قرآن مسئله برده اومده. آها. تا سال 1962 1962 بله، در عربستان سعودی بردگی بود. بردگی بود. چرا؟ برای از اینکه اونا میگفتن چون برده است، و قرآن پس دیگه بردگی باید باشه. در حالی که حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه، حضرت عمر، حضرت علی کرم الله وجهه، کل از اینا برده را می‌خریدن، آزاد می‌کردن و مانع از اینکه، یعنی این رسم باید از بین بره. بله. برای از اینکه دین همیشه با اعمال ما تبلیغ میشه، نه با گفتار ما. شما میتونید که دین با گفتار بگین، اما شاید یک آدم منافق باشه. بله. اما بله. عمل شما عمل. بله. از این خاطر است که فوزیه جان همیشه مرامه که امیر نگو زیاد شده. در زندگی روزمره ما سه عین است. آها. عین عقل، عقل. بله. عین عقیده. آه. و عین عمل. آه بسیار. این فرمول ما باید هر وقت شما این فرمول ما است. آها. که زندگی مسلمان به عقل، عقیده و عمل است. اینا عمل هیچ وقت نیست وقتی که عقیده نباشه. آها. و عقیده نیست وقتی که عقل نباشه. آها. از این خاطر قرآن میگه افلا تعقلون، شما فکر کنین. و یا تتفکرون، شما فکر کنین. بله، بله، تعقل. بله. کنین، نه؟ بله. یعنی کورکورانه قبول نکنین. و به ارتباط سوال شما، حضرت ابن عباس رضی الله عنه که بزرگترین مفسر قرآن بود بعد از پیغمبر. آها. یعنی حضرت علی رضی الله کرم الله وجهه سیومی بود، حضرت ابن عباس، حضرت علی چهارمی بود. نه، او خود خلیفه چهارم بود. بود. اما در تفسیر قرآن نفر سیم بود. نفر سیم بود. اول حضرت رسول کریم بود، باز حضرت ابن عباس بود. حضرت ابن عباس گفته که القرآن یفسر الزمان، قرآن نظر به زمانی که شما زندگی میکنن تفسیر میشه. اینه وهابی‌ها قبول ندارن، میگن این چیزی که اصلا نمیتونه قبول کنین. و ما دادفت اینمی تلویزیون زمین، تلویزیون آریانا که در میجه ششتیم، ما شنیدیم که هر کسی که از خود تفسیر میکنه او فاسق است و فاسد است. آه بله. فهمیدین؟ بله. در حالی که ای گپ گپ وهابی هست، ای گپ گپ سلفی هست، ای گپ قطعا در متون دینی ما نیست. و قرآن یک بحر عظیم است و پیش میره و مردم میتونن که او را به هر قسم که بخواین تفسیر و تعویل کنن و رای خود واس کنن. یک دلیلی که مسلمان ها بسیار بدبخت و پس مانده و بیچاره هستن برای از اینکه ما در یک بنبست اینمی تفسیر بند ماندیم که اونمو را قبول کردی خوب، اگر نکردی دیگه تو حتی در احادیث جعلی است، احادیث ضعیف است و مچون قوی است و دیگه واشه به ما قرار نیست در احادیث نمیتونن که چیز بگوین. در حالی که احادیث 150 سال پیش، ببخشید 150 سال بعد از ذهلت جمع‌آوری شده و نگاه متدولوژی اف ریسرچ بسیار بسیار مشکلات است درش. مخصوصا یک مشکل کلان که من متوجه شدم که
فرهنگ بدوی عرب فرهنگ بدوی عرب شامل حدیث شده به نام حدیث. درست بله متوجه هستی؟ بله. و امون قصه که در اون وقت اتفاق رفیده و قصه را آوردن در داخل حدیث. بله. و باز چیزایی که شما برازی که ما بر شما بگویم که دین اسلام یک دین واقعا برازنده است، متمدن است، آزادی انسان، افکار آزاد، انسان خودش آزاد است که تصمیم بگیره، انسان خود مختار است، تمامش هست در دین آمده، اما هیچ داره بالکل بند کردن. و ما ده دفعه در این همین تلویزیون شنیدیم که کس از خود تفسیر میکنه او فاسق است، او فاسد است. و تا در تلویزیون از همین تلویزیون شنیدیم که او کافر است. و ای برای یک مسلمان یعنی کلمه کافر گفتن چقدر خودش گناه است. بله، قرآن میگه که کسی که میگه که من مؤمن هستم شما نمیتونید کفر بگین، کافر هستید. یعنی هر کسی اگه شما نمیجه مدرا اید نمیشناسینش، اید نمیشناسینش. میگه که من یک مسلمان هستم، شما حق ندارین که بگین تو مسلمان نیستی. نیستی بله گفت من مسلمان هستم. و در دین اسلام مرکزیت دینی مثل عیسویت وجود نداره که ما در یک مرکز دینی رجوع کنیم و از اون ما سوالای خود بگیریم. هر مسلمان حق داره که یاد بگیره، حق داره که بیاموزه و حق داره که اگه که به جامعه فتوا دادن میتونه و از نقل نظر به محدودیت های اجتماعی که داره بر خانواده خود فتوا بده. درست بسیار خوب. خب سر ثقافت فرهنگی و اسلام کلتوری اسلامی در ساینس یک علم است که ایره برنامه شما بر اول دفعه میشنون. بسیار خوب، بسیار تشکر میکنم. ببخشید که من از شما تقاضا کرده بودم که لطفاً کتاب هایی را که شما چاپ کردین در این مدت اگر لطف کنین امرایتون برین، طوری که میبینم کتاب ها را شما میره بونید. بله شما خواهش کنین، زنده باشین، سلامت باشین. اما ثقافت بگوین بعد از کتاب ثقافت که در فرهنگ غربی کلتور میگن و در عربی ثقافت و ماور فرهنگ میگیم، یک علم ساینس است به نام آنتولوژی. بله، آنتولوژی. آنتولوژی اوست که از صفر ایج، یعنی یک طفل که نو تولد میشه تا که میمره، یعنی بین تولد و مرگ، اینه آنتولوژی میگن. خب اینانه یگانه دینه که به آنتولوژی تماس گرفته اسلام است. و کلتور یا فرهنگ یا ثقافت در اسلام یک معنا داره. غربی ها، امریکای ها، اروپای ها 164 تعریف از فرهنگ دارن. 164 تعریف از فرهنگ دارن. و من ایره در کتاب فرهنگ اسلامی که در سال 2013 خلیل جانم این کتاب اگر شما چی کنین Islamic Culture, Study of Cultural Anthropology. بله. این کتاب چی کنین خلیل جان، این کتاب شما میبینین، این کتاب Islamic Culture. خدمت استاد بزرگوار سلام و احترامات میرسانم. زنده باشین. شما کتاب این کتاب میبینین Islamic Culture. ما در این نوشته کردیم که غربی ها 164 تعریف از فرهنگ دارن، از کلتور دارن. بله. اسلام یک تعریف داره. آها. و اون نموس. نمو. یعنی وقتی یک طفل تولد میشه ای اساس تا بهش مکیدن پستان مادر میکنه، بازم بطور چارغوک میکنه، بازم بطور کلان شده میره، این نمو میکنه. آها بله بله. این همی یک مسئله فرهنگیست. در اسلام فرهنگ تنها اوصاف نیک داشتن و اخلاق داشتن و ایگپا نیست، نموس. مثلا یک آدم دیروز دروغ گفته، یک لحظه ببخشید، مثلا یک آدم دیروز دروغ گفته، امروز توبه میکنه دروغ نمیگه، پس این نمو کرد. بله. دیروز اسراف کرده، پشیمان میشه، توبه میکنه، از نگاه اقتصادی دیگه اسراف نمیکنه، این نمو میکنه. درست. متوجه؟ نه تنها که از نگاه این نموی این رشد جسمانی نیست، تنها نموی اردوش است. خب اردوش است، هم رشد جسمانی است، همی آنتولوژی. از صفر تولد میشه، هم نموی عقلی و عقیدتی و ایناست. و هر کسی که از قرآن به شکل موزونش که از و از حدیث شریف به شکل موزونش او پیروی میکنه، او هر روز در نموست.
پس اینا یک کس شما میگن که چطور هستی برادر، خوب هستی، چطور از زندگی؟ میگه والا یک نواخت، او فرهنگ اسلامی نداره. وقتی شما فرهنگ اسلامی دارین که شما هر روز در نمو باشین، هر روز در تحرک باشین، هر روز در پیشرفت باشین، هر روز شما یک چیز نو بکنه، از اشتباه خود پند بگیریم. بله. و این نموست، نموی عقلی، نموی معنوی، نموی اقتصادی، نموی سیاسی، نموی فیزیکی که آدم کلان شده میره و بالاخره پیر میشه، و یا هم در قرآن آمده که شما بالاخره پیر میشین و بالاخره میمره. بله. متوجه هستین؟ یعنی فرهنگ در اسلام این است که یک آدم اگه اخلاق خوب داره تنها، یا مثلا خیرات میته فرهنگ، یا نماز میخونه فرهنگ اسلام، یا کلا میمونه. فرهنگ اسلام با کلی متفاوت است. فرهنگ اسلام اوست که شما هر روز در راه خوبی ها به نمو استین. بله. هر وقتی که شما خود از نمو باز موندین، بله، شما به خود صدمه وارد میکنین. بسیار زیاد تشکر. خب دوست عزیز شما بفرمایین، زنگ زدین، سلام خدمت تا نرس میکنیم. سلام علیکم. سلام علیکم، چی حال دارین؟ صحت شما خوب است؟ شبان خوب داکتر صاحب. سلام خدمت شما. سلام محبت خدمت شما تقدیم از برادر من. بفرمایین. تشکر، سلامت باشین. داکتر صاحب شما چند نخطه شما گفتین که مثلا حدیثی که مثلا مثلا قرآن مثلا چرب و خوره باید همین رو قبول کنیم، پس چرا حدیث باید قرآن شریف کلام خداست، چرا او رو چیز قبول میکنیم و چرا حدیث اصلا حدیث باید چیز کنیم و حدیث شد چرا خرام نمیشته کرده حدیث؟ تشکر. تشکر میکنیم. بله. سلام شما، تشکر میکنم. تشکر لطف کردید. از سوال شما تشکر میکنم و عرض حرمت و ادب دارم بر شما. در اسلام مرجع قانون اول قرآن است، باز احادیث محکم و ثابت حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم، مثلا دو مرجع است. بله. و احادیث ثقه و درست و اصولی او به اصطلاح بکاپ میکنه همون چیزایی که شما در قرآن میگه. مثلا قرآن میگه که اقیم الصلاة و آتوا الزکات. بله. شما نماز بخونین و زکات بدین. بله. اما یک ما چه قسم نماز بخونیم، چه قسم زکات بخونیم، اینو نگفته قرآن. بله. اینو باید پیامبر بزرگ اسلام، اینو پیامبر بزرگ اسلام تشریح کرده. تشریح کردن. درست. متوجه هستین؟ بله. یا مثلا از او خاطر این حدیث با قرآن هم سر میخوره. بله. و از تفسیر شده. یا مثلا در قرآن آمده که اگه تو درشت خوی می بودی مردم از اطراف تو پراگنده می شد. بله. نه؟ بله. این حال حدیث آمده که مؤمنان است که از دست و زبانش مردم در امان باشد. بله. پس هیچ کس حق نداره با کس بی‌احترامی کنه، یا سخن سخت بگویه، یا توهینش کنه، مثل که در فیسبوک میکنن و گپا. بله. لذا تو ممکن است که یک چند سوال بگیریم با شما جواب. بفرمایید وطن عزیز. جون یک قلم. خانم کوزات، سلام و احترام خدمت شما. سلام عزیزم، استاد بزرگوار میرسانم. لطف کنید. امیدوار هستم شما و همه هموطنای نازنین ما سعد باشند. مهربان هستین، امید سلام و محبت ما را هم بپذیرین. ما به شما خواهر گرامی سلام دارم. خوشبخت هستیم که خانم نازنین مثل شما داریم خوبانتا. و هم استاد بزرگواری که سال هاست از علم و دانش از اینا استفاده میکنیم. بله. و خداوند شکرگزار هستیم که اینا را داریم. در حالت خرابی که وطن ما قرار داره، ما به انسانای مثل استاد فرید یونس ضرورت داریم که گوش ما افغانا را باز کنن و این اعمال بدی که فعلا در وطن ما قرار داره و متاسفانه از نام اسلام استفاده سو میشه و این جوانای نازنین خود ما هر روز از دست میتیم، و برای همه ما افغانایی که در داخل و خارج کشور هستیم رنگ میبریم از ایالت و هیچ چاره هم نداریم. خداوند یک روشنی کنه. ما یک دو سوال از استاد بزرگوار دارم. استاد بزرگوار، تا جایی که ما خواندیم و شنیدیم از بزرگوارای اسلام که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم حتی امسایشون که مسلمان نبودن و سرشون خاکستر میریختاندن هر روز، و خود حضرت محمد به دیدن اونا رفتن روزی که اونا را ندیدن، و اونا با این کرده خوب حضرت محمد مسلمان شدن و بزرگواری حضرت محمد
آمده دیدن. اما بعضی از بزرگای اسلام اینقدر اسلام خشن برای تمام دنیا یا حتی برای جوانای افغان نشان میتن که همی جوانا ایستا ایستا از اسلام دل میکنن و به این دنیای مادی اینقدر دل بسته میکنن که اسلامیت استاد رفته است پیش ما مردم. و دومی که بر ما همیشه سوال است که چرا امی قرآن مجید به زبان عربی آمده و چرا تمام پیغمبرا همیشه در عربستان بوده و امی بزرگای اسلام که در مصر هستند و عالمایی که در خانه خداوند همه مردم از اونا پذیرایی دارن و به خانه خدا میرن و پشت از اماما نماز میخوانن، چرا امی عالمای بزرگ اسلام امی شیخای عرب نمیبینن که شیخای عرب از دبی چی ساخته و چی استفاده های سو میکنن اینا و مرکز فحشای جهان دبی شده و شما میفهمین آله که دخترای جوان افغان و ایران و پاکستان اینا با پولهای گزاف از فامیلایشان میخرن و میارن به دبی و بسیار استفاده سو از اونا بر یک شب میکنن و او دخترای جوان بدون فامیل و بدون سپورت در دبی گذاشته میشه و اونا حیران میمونن ما کجا بریم چی کنیم. اما من نمیفهمم این بزرگای اسلام که نام خدا منشی و بزرگ ماندن و ما افغانا فریب از اونا رو میخوریم که امسال 12,000 افغان بر خانه خدا حج رفت و دپوش از این آدم ها نماز خواهد، اونا چرا این بزرگای مفتی ها را که در عربستان هستن چرا اونا پشتیبانی از اسلام نمی کنن و همیشه چرا غریبای افغانستان کشته میشن که این شیخای عرب اینا زیر قانون اسلام نمی گیرن که تنها غریبای ممالک یمن و افغانستان و ترکیه و سوریه و اینا کشته میشن. از شما تشکر میکنم اگر به سوال من جواب بدید. تشکر عزیزم، لطف کردین، حتما جواب میگن، بفرمایید. از خوار مختصر که بله از خوار گرامی بسیار تشکر میکنم. اول قصه همسایه حضرت رسول کریم، اساسا یک زن یهودی بود که سر پیغمبر خاک روبه را منداخت از عقده و کینه به مقابل اسلام و پیغمبر و باز بالاخره او مریض شد و پیغمبر پرسان کرد کمی آدمی که پیغمبر پرسان کرد کمی کسی کمی کارا میکرد چی شد، گفتن مریض است. پیامبر رفت به دیدنش و این مرحمت و شفقت پیامبر را که دید او مسلمان شد. بله متاسفانه که امروز امی اسلامی که محمد صلی الله علیه و سلم معرفی میکنه ما ایرا نه از تلویزیون ها میشنویم و نه در بین مردمی است. این که قرآن مجید چرا به زبان عربی است، برای اینکه زبان عربی یکی از مکمل ترین زبانای جهان است و تامس کلیرلی که یک مستشرق است و درباره قرآن تحقیقات بسیار دامنه‌دار کرده، او نوشته کرده که یگانه زبان است که به استناد ریاضی استوار است. و این که پیامبران چرا در عربستان بودن، یعنی تنها در عربستان نبودن، نه دیگه پیامبران هم از عربستان نبوده دیگه، نه از اون منطقه خاورمیانه بودن. بله. این به خاطر از ایسته که تمام مورخین نوشته میکنن، مورخین مسلمان و غیر مسلمان، که مهد تمدن امی خطه خاورمیانه بوده. و ای که شما نوشته کنید که چرا مردم فریب میخورن، ما شما هر کدام ما جدا جدا باید که قرآن بخونیم و استدلال کنیم و گپای هر کس نشنویم. ای که ما فریب میخوریم این گناه خود ماست، ما باید فریب نخوریم. و ای که مفتی های عربی و اینا بسیار زیاد یک چند تا عاده حدیث و آیت زیاد کردن و بر شما میگن، این به خاطر از ایسته که اونا میلیون دلار در امریکا و اروپا و هر جای اینا مصرف میکنن که مردم به مو برند خود اسلامی خود جذب کنن و اینا بسیار زده شیعه هستن، اینا زده زن هستن، اینا زده آزادی انسان هستن که قرآن آمد که انسان آزاد بسازه، اینا زده آزادی انسان هستن و این همین چیز است که قبول شده و یک تعداد مساجد و اینا هم در امریکا و اروپا و اینا پول دادن که اونا آباد کنن و امون نفر خوده
شاندن که بله. برند خودشان برشون بگن. بله بله. خب بیاین که سوال خود مطرح کنیم و تشکر میکنم از دوستان عزیز و ببخشین دیگه من نمبر استودیو رو بر شما گفتم شما به تلفن ما زنگ زدین ما تا یک نمبر شما تیل استودیو در چیز نیست جواب دادم دوستان دیگه لاینایشان قطع شد البته که پوزش میطلبم از شما مساجد بیاییم سر اصل موضوع مساجد تنها در زمان حضرت پیامبر بزرگ اسلام برای نمازگزاران بود و برای فاتحه خانی یا کدام منظور دگام از این مسجد بود مثلا پیامبر خدا در اون زمان با مسجد و با مردم چی وظایف انجام میداد؟ اولین مسجد که آباد شد در وقت حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم مسجد قباء بود و مسجد یک مرکز فرهنگی بود و حضرت رسول کریم در اوج تمام فتواها و تمام ارشادات و تمام حکم که میکرد به حساب قرآن ارشاداتشان چی بود؟ هر چیزی که مثلا ارشاداتش در شکل سنت هم بود به شکل گفتار هم بود ارشاداتشان به خاطر اصلاح جامعه بود به خاطر مردم بود به خاطر بیداری مردم بود به خاطر جلوگیری از گناه و خطا و زنا و کارهای نامشروع بود یعنی تبلیغ میکردن که شما این کار را بکنین و این کار را نکنین بله بله یعنی و جنگ یک جنگ که اسلام داخل یک جنگ میشد از اموج فتوا صادر میکرد مردم دستورهای اقتصادی میداد دستورهای خانوادگی میداد زن و مرد در اسلام در اسلام صدر بله. اول در مسجد یک جای بودن بله. و زنها امروز واره که شما خود تا نمیشه این موضوع رو میدید چون زن و مرد جداست تا که ما از این تبعیض نبراییم این یک تبعیض است که در تمام مساجد افغانی ما پس دیگه مساجد نمیگردم این یک تبعیض است که بازم من تشکر میکنم از مسجد ابراهیم خلیل الله در شمال کالیفرنیا کمی تبعیض ورداشتن و زنا را اجازه دادن که در داخل سالون همراه مردا یک جای نماز بخونن بله اینا جناب آقای حق آدم حق باید بگویم جناب آقای ارشاد که فعلا رئیسش است او امی تبعیض ورداشت اینا میگن که روزای جمعه بیروبار است و بر زنا جای نیست دیگر روزا خو بیروبار نیست دیگر روزا بله. چرا زنا برن در اتاق کثیف یا اتاق بویناک در کنج نماز بخونن این ضد اسلام ضد سنت و ضد تمام معیارهای اسلامی است وزیک در اسلام از نگاه مدنی حقوق زن و مرد مساوی است هیچ زنا هیچ کمبوتی نداره و ما این در کتاب خلیل جانم کتاب چی میکنن ما کتاب کلچر رو شکلم در جندر اکوالیتی در اسلام ایره ما این کتاب ما در 2002 نوشته کردیم در 2002 جندر اکوالیتی این اسلام ای در 2002 نوشته شده تساوی جنسی در اسلام بله. و در این کتاب ما ثابت ساختیم که هیچ از نگاه مدنی بین زن و مرد از نگاه قرآن و حدیث نیست. تفاوت نیست بله. لذا این کارهایی که امروز میکنن این کارهایش کلش کارهای ضد اسلام و مخالفت با اسلام به نام از اینکه ما مردا گناهکار نشن یا زنا مثلا پتلونای تنگ میپوشن یا چطور اشکار چیزای گپای بسیار امیر من شنیدم که گفته بودم که خانما مثل لباسایی را میپوشن که دیسکو کلاب میرن اینجا مسجد است اینجا کلاب نیست خیلی پتلون که بپوشن خب پتلون پتلون خودش یک حجاب است بله پتلون خود یکی دیگه ای که ما چرا خود عقب خود بتیم که بر مردم لباس دیزاین کنیم در کدام حدیث شما بکشین در کدام حدیث آمده هر کسی که حدیثش آورد که حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم گفته که شما اینت رو لباس بپوشین اینمت رو بر ما که حدیث باشه که حضرت رسول کریم خودش گفته باشه بله. که شما اینت رو لباس بپوشین ما از این تمام تلویزیون از این نوشته از تفسیر از کلش ما استفاده میکنیم این چیزایی بله. است که تراوش های زینی خود مردم است و بفرمایین وطن عزیز سلام خدمت شما باشم پروگرام خانم زکی هست بله پروگرام زکی هست در خدمت هستیم همی سوال کمیان فیل شما از آقای جناب دکتر فرید دکتر که پرسان کرده بله همی جواب دیدم یک کلمه کمیانیت خود قرآن هست بله. خداوند جلال میگم این دین را به زبان فصیح عربی برای شما مردم عمرقرای عرب فرستادم تا شما بخوانین بفهمین و پیروی کنین بله یعنی دین عرب است
اینه به خاطر از اینکه تمام قرآن به مو بزرگیش بله. از یک میوه بخیرم یا از یک حیوان غیر عربی نام برده شده. آها درست درست. با زبان عربی اومده خداوند جل جلاله تو بنا و زبرتو، اما قدر خود نادان نیست که نفهمه که مثلا 1500 سال تنها که مملکت همسایش افغانستان با زبان خودش سواد نمیفهمه. درست. اول با سواد عربی جان. اول مردم کلگی که نمیفهمه با دوزخ میرن. نه 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 خب دکتر صاحب جواب میگه برتون درست است. شما خود معرفی نکردین هموطن عزیز. بسیار خوب تشکر، خدا نگهدار. ممنون شما. بسیار خوب، خدا نگهدار. خدا حافظ. از برادر بزرگوار بسیار تشکر میکنیم. دین دین یک منطقه و یک مردم و عرب نیست. حالا مثلا امیرم بگیریم خیلی بزرگوارش کنین بازی که افعال میکنن. بله سلام خدمت شما. امر کنم. بله زکریا جان سلام خدمت شما تقدیم میکنم. سلام امشان خدمت استاد محترم. لطف داریم بفرمایید. ما یک سوال داشتم از استاد محترم که بسیار بر ما بچین از ما سوال میکنم، ما جوابش برش دادم میتونم. بفرمایید. اونا بر ما میگن که چرا نماز فرض تعدادش کم است و سنت زیاد؟ آیا در زمان خود رسول الله مبارک نماز سنت خوانده شده یا نشده؟ بسیار خوب. بس اما قدر لطف داریم، تشکر، میربونی کردیم، خدا نگهدار. امیر خیفی برای چند دقیقه گل کنین برای اینکه من اوش من میره که زنگ میره. اول از برادر بزرگوار تشکر میکنم که تفسیر مقبول کردن و چون رسول خدا گفته که اختلاف نظر رحمت و متم است، ما به نظریاتشان احترام داریم و خصوصا که ما در یک دموکراسی زندگی میکنیم باید نظریات مردم اعتقادات مردم احترام شود. اما دین برای درست است که برای عرب آمده، اما دین یک دین جهانی است. در شروع قرآن میگه که رب العالمین، نگفته که رب المسلمین یا رب العرب. بله این رب العالمین است. بله بله. و و و دین معلوم دارد از عیسویت ببینین، عیسویت در شروع بایبل یا کتاب مقدس به زبان ارمیه بود، ارمیه بود. بله. اما امروز تمام جهان عیسوی است. بله بله. از اینکه دین تنها برای یک گروه نامده، پیامبرا برای یک گروه نامده، این که در یک نقطه پیشتر به جواب خواهر ما گفتیم او نازل شده و آمده و بالکل یک بحث جداگانه است. بله. و به جواب خواهر گرامی ما که چرا تعداد فرض کم است تعداد سنت زیادتر است، من اشتباه کردم. اعتراض ده که حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم خودشان نمی فهمیدن که نماز چه قسم ادا کنن، این حضرت جبرائیل علیه السلام برش یاد داد. درست. برش یاد داد که نمی دو رکات نماز تو باید بخوانی نه؟ بله در صبح یا در چهار رکات نه؟ اینال او از شوق و ذوق زیاد و عشقی که به خدا داشت، او خودش پیش از نماز مثلا فرض دو رکات سنت میخوان، یا مثلا بعد از نماز چهار رکات ظهر یا پیش از ظهر زیادتر نماز میخوان و ایرا سنت میگن، یعنی روش پیغمبر است. و در فقه ها آمده که مثلا اگر کسی نمازهای سنت نمیخوانه گناهکار نمیشه. اما اگر کسی میخوانه بسیار ثواب میکنه، مثلا نفل دیگه خون یا نفل جداست ازی. از نگاه شرعی نفل جداست. مثلا شما که در میرین داخل مسجد میشین دو رکعت نماز نفل میخوانین، او تایی مسجد است نه؟ اما سنت ها اوسته که رسول خدا صلی الله علیه و سلم او را خودش از روز همی کار کرده. خب یعنی ایتو فکر نمی کنین که پیامبر بزرگ اسلام هم که یک بشر بودن و مثل ما و شما واری و خو خوش با حالشان کنه پیامبر هستن، یعنی بلا تشبیه بگویم که ما گناهکارا هستیم، ایتو فکر نمی کنین که بخاطر تکرار امی که حفظ شوه خوبتر نمازشان؟ نه ما بایی اعتقاد ندارم. او فقط از عشق زیادی که داشت، عشق زیاده به خداوند، نصفای شو میخیست مثلا نماز تهجد یکی از نوافل است نه؟ که نصف شو میخیست و به سجده میرفت. بله بله. و یا مثلا حضرت عیسی علیه السلام 40 روز روزه میگرفت مسلسل. این کلش به عشق بود. و از این خود شما کتابایی که وهابیا و سلفیا و اینا تصوف رد میکنن و مولانا را کم میزنن و تصوف کم میزنن،
در حالی که حضرت امام ابو حنیفه علیه رحمه، حضرت امام شافعی علیه رحمه، تمام بزرگان اسلام تصوف تایید کردن. ای اول ما باید یک عشق به خدا و پیغمبر داشته باشیم. بله بله بله. وقتی که ما یک عشق به خدا و پیغمبر داشته باشیم، یعنی یکان شما میخواین که مثلا نماز صبح میخواین خوش دارین که من میخونم زیاد، نه مثلا خوش دارین که 8 رکعت 10 رکعت میخونم نفل بنام خداوند بنام خداوند. این انسان یک رابطه مستقیم داره و دمو خدا آرام است میکنه. بله بسیار خوب متوجه شدم. کتابا را گفتین خب یک لحظه که من همین سوال خود کنم، کتابا را خب باز گپ میزنیم ببخشید، که امی مسجد در زمان حضرت پیامبر گفتین که جای هم عبادت بود و هم جای که هر چیز از اونجا هر حکم صادر میشد. خب در این زمان، در اون زمان شاید که دفاتر یعنی قاضی القضات نبود و محکمه نبود و این نبود و این نبود، اما گپ از مسجد از مسجد یک مسجد آغاز میافت. ولی امروز که اینا از تقسیم وظایف شده، ولی وظیفه امی مساجد تنها نمازگذاری و فاتحه گرفتن است؟ نه، وظیفه مسجد، مسجد بازم یک مرکز، یک مرکز فرهنگی است، یک مرکز فرهنگی است. بله. اولی که باید زن و مرد در مسجد یک جای باشه. بله. دوم در مسجد سمینارا و کنفرانس ها دایر شوه در داخل مسجد. بله. بله. و مردم بهشان آگاهی داده شوه و این آگاهی نظر به شرایط زمان و مکان باشه. بله. که جوان ها بیان به مسجد. بسیار. و ای آگاهی برای چرا مثلا یک تا زنا در اتاق چیز گپ میزنن، برای از اینکه او خسته میشه که در طرف مانیتور تلویزیون ببینه، اما او که در داخل سالون میباشه او کیفیت بیشتر داره. بله. بله. و امروز میتونم ما از مساجد بسیار استفاده های بسیار مطلوب کنیم. بله. اما متاسفانه که مسجد تنها بر روز بر نماز خواندن است، و حتی چندین دفعه گفتن که مسائل سیاسی رو در اینجا گپ نزنیم. نه، در آن زمان پیامبر بزرگ مسائل سیاسی در اوج مطرح میشد. بله. بعضی کالج یکی یک متیاری است و یکی از اسم جمعیت است و یکی از پادشاه بود و یکی نیفم سکولار است. در وقت تمام کل مردم تنها مسلمان بودن. مسلمان بودن. یک اپ دیگه میخوایم برتون بگویم که می خطیب مسجد وظیفه‌شان چیست؟ خطیب مسجد پیش من نظر من است که خطیب مسجد نه تنها که آگاهی مردم است و باید که یک مسئولیت اخلاقی در مقابل مردم داشته باشه، و اگر کدام نزاکت های در مسجد میشه، خطیب مسجد منعیس کلان مسجد باید، نه رئیس مسجد، خطیب مسجد، بازی که او رهنمایی میکنه. بله، بله. باید که جلوگیری کنه از این، و تنها خطیب خطبه دادن نیست و نماز دادن نیست، او باید که یک شخص بسیار اکتیویست فعال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مسائل خانواده. یا مثلا بسیاری طلاقا از اروپا و امریکا بر من میگن که من فیصله کنم، نه؟ و خانما میگن. بله. که ما که میریم به مسجد، مسجد ما را جواب میده. بله. در حالی که کار از اینا اینمیست که امروز دهی جهانی که ما هستیم، شما باید کار مردم حل کنید. اونایی که مراجعه میکنن به طریق اسلامی، اونا رو ما رد چطور بکنیم؟ حالا من ایران موندم که من امروز 66 سال هستم و یک 3 سال بعد من تقاعد میکنم و از کار رسمی تقاعد کردیم، اما از کار مطبوعاتم تقاعد میکنم. من نمیفهم که این کارهایی که من میکنم برای کمیونیتی، خصوصا در مسئله خانوادگی، بسیار بسیار شما کار میکنم، آشتی. بله. آشتی دادن زن و شوهر. بله. کار کردن همراهش. من نمیخوام که اولادای ما وهابی کلان شون. بله. مثل که در یک مسجد در کالیفرنیا یک بچه گفته بود که من خوش دارم گیتار بنوازم، پس فوراً دادن دانش زدن که موسیقی حرام است، در حالی که موسیقی حرام نیست. و یک همین موضوعی رو میگم که ببخشین که پس بازم سر مسجد میایم. همین اخلاق مسلمان، حضرت عثمان شخص سوال کرده بودند در زمان خودشان که یک مسلمان خوب در یک جامعه غیر اسلامی چگونه باید باشه که او شناخته شود. گفته بودند که پاک و نظیف باشه، گفته بودند که خوشبو و معطر باشه، گفته بودند که بسیار راستکار و صادق باشه و بسیار مؤدب باشه، که از آداب معاشرت عالی برخوردار باشه، که مردم متوجه شود که همی آدم خوب کی است که هم نظیف است و پاک است و هم یکقدر برخورد صمیمانه داره، که باز متجسس شوند بدانند که این یک مسلمان است. نه. یعنی یک مسلمان یک نمونه باشه. امروز در مساجد ما، در برخی از مساجد ما که امر نمیگیریم، توهین، اهانت،
تحقیر بخصوص در گذشته ها ما ادعا داشتیم، می آمدیم به تلویزیون گلون به اصطلاح گلو پاره می کردیم که از برای خدا خشونت علیه زن است جانب مرد است، ولی امروز می بینیم که خشونت زن بر علیه زن است. مثلا یک زن نمی خواهیم در مسجد بیه برای زی که می گن تو سازنده است یا آوازخوان استی. سازنده به نظر شما خود پروردگار نیست که جهان ساخته، که ما را ساخته؟ سازنده یعنی چیزی که ساخته شده با وسیله او. ادرسته که این کارا کارای وهابی هست، چون وهابی ها موسیقی را حرام میدانن و کسی که به موسیقی از او را حرام میدانن. همین گپی که سر استاد معوش شد و ما اولین کسی بودم که شدید نوشته کردم و تقبیه کردم در برگرام برادر بزرگوارم خلیل جان راغب آمدم. این بخاطر است که اینا موسیقی را حرام میدانن و مردم هم قانع شده که والا خیلی موسیقی حرام است. اینا رو نیفهمن که اولی زنها یاد نداشتن که رسول خدا گفته که اولی که مساجد برای کل مردم است. حتی یک کافر که در مسجد داره کسی گفته نمیذارش توی مسجد بره. بله. چی خواسته که مسلمان باشه. بله. باز قرآن میگه کسی که میگه من مسلمان هستم تو حق نداره که مومن تو مومن نیستی. آها. و بعضی کسی حق نداره که کسی از مسجد بره توحید کنه. پیشتر براتون گفتم که میگه که مومن آن است که مردم از دست زبانش در امان باشه. بله. اما اینا وهابیا چیستن؟ وهابیا به مخالفتشون اگه شما قرار گرفتین شما را توهین میکنن، کم میزنن، اهانت میکنن، دو میزنن. من یک دفعه از مسجد برآمدم، خب پایین دقیقه مانده، از مسجد برآمدم، یک کس بدون از اینکه من بشناسم آمد من را دو زد و یک دو فش گفت و یکی از ملاهای مسجد که نماز میته او کتیش بود و ای چیز نگفتش. من چون که رسول خدا گفته که شما قال جاهلین سلاما، شما به جاهل سلام بتین پیشون، من صدای خدا نکشیدم. نه اینکه من از او ترسیده باشم، اما من نمیخوایم که از سنت برایم. بله. اما من را توهین کردن به خاطر از اینکه چون که اینا با آزادی بیان و آزادی کلام و آزادی افکار اعتقاد ندارن، اینا خواستن که مرا کم بزنن. او گپا چیست؟ همین کتاب ها را گفت خواهش کرده بودن که بازی پنج دقیقه مانده. کتاب جندر ایکوالیتی اول بوده که این اول بود که 2002 چاپ شد که زکه جان خواهش کرده بود کتاب ها را بیارین. این کتاب اول بود که چاپ شد. بله. در سال 2002 یعنی 16 سال پیش. بله. بعد از او باز دموکراتیک امپریالیزم بود و دموکراتیک امپریالیزم، دموکراتایزیشن ورس اسلامایزیشن، این کتابی بود که من نشان دادم که چرا ما اسلامایز نمی کنیم کشور خود که دموکراتایز می کنیم. بله. و این کتاب از پرفروشترین کتاب های مبود در امریکا. بله. و تمام جهان. و بعد از او باز معرفی کردم اسلامی کلچر. باز او پرنسپلز آف اسلامیک سوسیولوژی، اساسات جامعه شناسی اسلامی که بالکل یک موضوع نو بود که بر اول دفعه چاپ شد. و بعد از او باز تساوی حقوق مدنی در اسلام که ایره به فارسی نوشته کردم، تساوی حقوق مدنی در اسلام ایره به فارسی نوشته کردم و مترازو را ماندیم که زن و مرد در اسلام مساوی است، این به فارسی است و این کتاب ها کلش در آمازون است. و کتاب آخری ما Principles of Islamic Psychologists، اساسات روانشناسی اسلامی. و همچنان مثلا کتاب نو کار میکنم به نام دموکراسی اسلامی و ما او را به کانگرس امریکا در سال 2010 ما پیشنهاد کردم و یمو اخبارش است که به مردم نشان میتم. یمو اخبارش است که یونس اسلامیک دموکراسی فور ان اسلامیک نیشن. بله. ایده مو اخبار یونیورسیتی در سال 2010 چاپ شد که وقتی که من درس میدادم. بله. یونیورسیتی را چاپ کرد. بسیار خوب. دیگه از شما بسیار تشکر میکنم. موفقیت بسیار برتون میخوایم، ولی یک موضوع در آخر بر بیننده های عزیز باید بگویم که بیننده های عزیز، دوستان ارجمند، علمای کرام مساجد، لطفاً شما در کنار مثلا نمازگذاری که فرض است و در کنار مثلا فاتحه که ضرورت است، اما لطفاً شما در روزه هایی که جمعه مردم تشریف میارن، جوانان چی دخترها چی پسرها، شما لطفاً در مورد اخلاق اسلامی، برخوردهای اسلامی، محبت با یک دیگر، همبستگی و اتحاد با یک دیگر، احترام همدیگر را داشتن،
در این زمینه ها لطفاً لطفاً صحبت کنین که این نفاق و شقاق و بی‌اعتمادی و بی‌اتحادی از بین مرد و زن از بین بره و چی دسته که با زن بر علی زن. خانم های محترم، از شما خواهش میکنم که همیشه بعد برنامه های خود گفتیم که از اتحاد و اعتماد و همزیستی مسالمت آمیز و صمیمیت، شما اگر مسلمان خوب هستین، اگر میخواین که نمازتان به حضور خدا قبول شود، شما کار بگیرین. اما مسجد نه تنها خانه یک شخص، یک عده و یک گروه نیست، خانه خداست و کلید بهشت و دوزخ هم به دست ما و شما نیست. او را خدا خودش میفهمه که از کی راضی است. مورد برنامه‌تون که نمیگوشم. و ما شاید بسیار تشکر از شما. ما شاید یک جرایی کوچک باز دارم، امی به گفته خلیل جان راغب عزیز ما که میگه سن که رسید به پنجام میزنه به چند جا، یک جایشی نمیست که حال هر روز مثل که امیرا جان نکت، دکتر امیرا نکت شاعر عزیز ما، که یک روز قسم میکردیم، گفت زکیه یک وقتی بود که ما سر شعر گپ میزدیم، سر لباس حرف میزدیم، سر چیزای بسیار خوب حرف میزدیم، ولی حال که با هم میشینیم سر دوا و دارو و دکتر و اینی گپا قصای ماست. خوب امو دوری سن است که چیزا را میاره. ما باز یک اپریشن بگویم یا یک جرایی کوچک بالای گردیم اجرا میشه که شاید که دو هفته یا سه هفته در نهایت نتوانم که خدمت شما برسم. منتها ما از جناب دکتر فرید یونس تقاضا کردیم، خواهش کردیم که ایشان تشریف میارن در روزه های پروگرام روزنه را مطابق امی پالیسی روزنه انشالله که پیش میبرن و مشکل شما یقینا که حل میشه، البته در راه دین اسلام و در راه فرهنگ اسلامی، در راه اخلاق اسلامی، در راهی که ما چگونه بتوانیم یک مسلمان خوب باشیم در جامعه انشالله. تشکر از اینکه از من تقاضا را کردین و افتخارم است که برنامه شما را پیش برم و بر شما شفای عاجل میخوایم و جراحی و اپریشن موفقانه میخوایم. دعای مؤمن به مؤمن میرسه. بله. و بر شما دعا میکنیم و دوستان ما تقاضا دارم که شما ما را از دعایتان فراموش نکنین، از خلیل جان راغب عزیز، از خالد جان سیغانی نازنین که امروز هم لوگوی پشت سر ما رو روزانه نیست، یک چیز دیگر خودشان اختراع کردن، اما به هر صورت زیباست. تشکر میکنم دوستان عزیز و از شما بینندگان عزیز تمنا میکنم. اما اگر خدای نخواسته، ما خود نهایت تلاش خود را کردیم که از ما کس آزرده نباشه، اما اگر خدای نخواسته کدام روز حرف زدیم که قلبهای زیبای شما رنجیده از ما، اصلا شدیدن معذرت میخواییم و مربا بخشید. خدا نگهدار تا دیدار. از شما هم بی نهایت سپاسدارم. تشکر میکنم عزیز من.